بهره برداری امن از موبایل و اینترنت، زن، حقوق فردی و اجتماعی، سازوکارهای جلوگیری از نقض حقوق بشر، پویشی در مفهوم دموکراسی، مروری بر پایگیری نهادهای مدنی در ایران، اندیشه های نوین از حقوق کارگران، آموزش خبرنگاری، حقوق شهروندی امروز و محیط زیست. توانا، رایگان توانایی ما را به سمت انسان امروزین جهانی متمدن تازه می کند. برای شرکت در این کلاس ها به توانا.org بروید و با جیمیل مستعار ثبت نام کنید. از طریق فیسبوک، توییتر و شبکه یوتیوب می توانید آموزشکده توانا را دنبال کنید. توانا آموزشکده است برای جامعه مدنی ایران. سلام بر دوستان، خانم ها و آقایان. به کلاس وبلاگ نویسی و انتشار در وب و ارتباطات موبایل خوش آمدید. اگر اجازه بدید با اسلاید ها به تدریج جلو بریم، چون مبحثمون طولانی است، نکات مختلفی رو باید با هم صحبت بکنیم. و من فکر کردم که برای اینکه به پایه‌ای بریزیم برای این کلاس و این درس، لازمه که یک توافقی داشته باشیم با همدیگه سر منطق رسانه‌های جدید. به طور کلی من معتقدم که منطق اینها یعنی که جهان خاکستری هست. منتها این یعنی چه، در طول این 40-50 سلاید با همدیگه این رو مرور میکنیم. ما یک مثالی میتونیم بزنیم از شیوهی که راهیابی میکنیم، منطق راهیابی، اجازه بدید اسمشو بگیم. توی این نقشه شما یک محلی رو میبینید که با علامت A مشخص شده، از روی نقشه گوگل برداشتم. اگر ما بخوایم به نقطه A بریم و از مترو پیاده شده باشیم که پایین نقشه دیده میشه، قاعدتاً راهی جز رفتن به مسیر پیاده ها نداریم، باید از طریق پیاده بریم. ولی ظاهراً توی نقشه راه روشنی نیست برای رسیدن به نقطه A. این یک معادله ساده است، یعنی پیاده هستیم یا سواره هستیم و چجوری میخوایم خودمون رو به یک نقطه‌ای که نقطه هدف هست برسانیم. بنابراین دو امکان رو میتونیم با هم دیگه اینجا مقایسه بکنیم. اگر که امکانات پیاده رو برای پیمودن یک مسیر مقایسه بکنیم با امکاناتی که سواره و یک راننده مثلا داره، با اون شیوهی فکر میکنیم که میشه گفت منطق ترجیحات هست یا منطق گزینش ها هست. ما از مترو اومدیم بیرون و خودمون رسوندیم به خیابون و حالا بر سر یک مسیر دوراهی قرار داریم. ولی متوجه میشیم که این مسیر دقیقی هم نیست برای پیاده، یعنی اصولا برای پیاده ساخته نشده. طبعا مسیری که ما انتخاب کردیم همون مسیری نیستش که یک راننده میتونه بره. فرض بکنید که بخواد راننده از همین مسیر پیاده بره، با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد. یکی از اون مشکلات اینه که مثلا فرض بکنید که جای پارک نیست، یا اصولا اون خیابون که میخواد بهش برسه از این مسیری که پیاده میتونه بره بن‌بست هست، چنان که خواهیم دید. پس تا اینجا یک نکته رو در نظر بگیرید که اگر شما راننده هستید و خودروی سوار هستید، غیر از خودتون باید به اون خودرو هم فکر بکنید و به امکان پارک کردن اون خودرو بیاندیشید. حالا شما از زیر اون پل در واقع ماشین گذر رد شدید و نزدیک شدید به ساختمان، چون که تو نقشه میبینید خیلی راهی با ساختمان ندارید. این راهی است که در واقع انتهاش رو من توی این عکس و نقشه نشون دادم. حالا همونطور که گفتم، این مسیر ماشین گذر یا زیر پل مسیر در واقع پیاده نیست. حالا سوال ما این خواهد بود که آیا ما از راه داریم میریم یا از بیراه داریم میریم؟ تا
شرایط رو ندانیم هیچ وقت نمیتونیم بگیم کدوم یکی راه هست و کدوم یکی بیراه. مسئله رسانه ها هم مثل مسئله انتخاب پیاده رفتن به یک مسیر دشوار یا دشوار گذر یا سوار رفتن هست. هر کدوم رو بدید مشکلات خاص خودش رو داره. برخی از رسانه ها امکانات تازه به شما میدن. فرضاً مثل اینکه راننده یک خودرو باشید. ولی وقتی که راننده خودرو شدید مشکلات خاصی رو هم مثل مسئله پارکینگ با خودتون و با استفاده از اون امکان خواهید برد و ناچار باید برای او راه حلی داشته باشید. پس یک بار خلاصه میکنم قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشم. اگر ما رسانه های مختلف رو انتخاب میکنیم، روزنامه رو انتخاب میکنیم یا موبایل رو انتخاب میکنیم، رفتارمون در واقع هر انتخابی که کردیم یک منطقی خواهد داشت و یک امتیازاتی خواهد داشت و یک مشکلاتی خواهد داشت، مثل رفتن پیاده و رفتن سواره. بنابراین قدیمی بودن رسانه، جدید بودن رسانه، کاغذی بودن رسانه یا دیجیتال بودنش خیلی نقش نداره در اینکه کدامش برای شما بهتره و کدام شما رو به مقصد میرسونه. همیشه باید انتخاب بکنید. ولی به محضی که انتخاب کردید طبعا مسائل خاص خودش رو هم با خودش میاره. حالا اگر برگردیم به بحث رسانه ها، در طول 100 سال گذشته مرتب میبینیم که رسانه ها باعث شدن که مردم قدرت بیشتری پیدا بکنن. سوال من از شما این است که اگر در ارتباط رسانه و قدرت مردم نگاه بکنیم، از چه سالی یا چه حادثه ای، چه تحولی، کدام تغییر گفتمانی ما میبینیم که در واقع قدرت به سمت مردم گرایش پیدا میکنه یا مردم صاحب قدرت میشن؟ قدرت مردم در چشم انداز رسانه ای از اینجا شروع میشه. سواد آموزی همگانی، آموزش همگانی، این پایه قدرت مردم هست. مردمی که بی سواد هستن، مردمی که قدرت خواندن نوشتن ندارن، قدرت ارتباط با جهان ندارن، طبعا صاحب قدرت در رسانه نخواهند شد. سواد همگانی بود که مردم رو صاحب مدرسه و دانش و کتاب و آگاهی کرد و تونست خواننده و مخاطب از روستای خودش، از شهر خودش دورتر بره، با روزنامه ها به سفر بکنه به اطراف جهان، به کشورهای همسایه، به دیگر اقوام و سر در بیاره از زندگی دیگران. بنابراین آموزش مسئله اصلی رو، این رو داشته باشید. این یک مسئله و مفهوم مرکزی هست. یعنی قدرت مردم با سواد عمومی شروع شد، با نهضت، با سواد کردن همه مردم، آموزش همگانی. اگه شما میخواید مردم پیشرفت بکنن طبعا باید به اونها آموزش بدید و آموزش هم امر پایان ناپذیره. قرن بیستم که با آموزش همگانی و با سودای آموزش همگانی در واقع شروع شد، قرن مردم هست. این به اصطلاح تعریف، توصیف پذیرفته شده ای برای قرن بیستم هست. شما اگه نگاه بکنید میبینید انقلاب های توده‌ای و مردمی و خلقی بسیاری تو این قرن اتفاق افتاده که انقلاب مشروطه برای ما هم در واقع یکی از اونهاست و تا برسیم به انقلاب اسلامی در واقع ما هم سهمی از این مردمی بودن قرن بیستم داشتیم. قرن دولت‌های رفاه بوده، می‌خواستن برای همه مردم رفاه ایجاد بکنن. این هم چیزی 100 سال پیش وجود نداشته. دولت قرار نبوده به همه مردم برسه. این اتفاق توی قرن بیستم افتاده. اشرافیت قدیم شکسته شده. وقتی اشرافیت شکسته شد، اون اشرافیت قدیم، طبقات جدیدی تونستن به وجود بیان و روی صحنه بیان. اینها هم طبقات متوسط جدید شهرنشین هستند. و همین‌ها هستن که باعث شدن شهرها بزرگ بشه و وقتی شهرها بزرگ شد مناسبات اجتماعی تغییر کرد و اونقدر مناسبات تغییر کرد که زنان به چهره‌های عمومی تبدیل شدن. چنین چیزی 100 سال پیش وجود نداشت. وقتی که صحبت از قرن مردم می‌کنیم، از باب رسانه‌ای هم که نگاه بکنیم همچین اتفاقی افتاده، چون قرن روزنامه بود از جمله در ایران، قرن تلگراف بود، قرن رادیو بود. رادیو نقش بسیار بسیار مهمی در باسواد کردن مردم و در نوعی دموکراتیزه کردن زبان داشت. زبان رو بسیار نزدیک کرد به مردم.
و مردم رو وارد مباحث جاری کرد. همینطور سینما و بعد از اون تلویزیون. میبینید که این رسانه ها تماما در قرن بیستم به وجود میان یا گسترش فوق‌العاده پیدا میکنن و همه اینها متوجه هستن به مخاطب عمومی. این یک امر کاملا جدید است. اون چیزی که جدیدتر هست و مربوط به اواخر قرن بیستم و قرن ماست، قرن 21، شخصی شدن رسانه هست. میبینید که ویدیو میاد، شما سینمای شخصی دارید، سینمای خانوادگی دارید، ماهواره میاد، میتونید کانال ها رو هر جور دلتون میخواد عوض بکنید، قدرت انتخاب دارید. موبایل میاد، همینطور شما هر چی رو بخواید میتونید فیلم بگیرید و مثلا روی اینترنت بگذارید. قرن اینترنت که تا 7 سال پیش 8 سال پیش تبدیل شد به شبکه‌ای برای همه مردم، یک امر کاملا جدید قرن 21 هست. مردم رو در ارتباط با هم قرار میده، نه تنها مردم یک محل و یک زبان رو، بلکه مردم تمام جهان رو. و به همین ترتیب قرن وبلاگ هست، به خصوص برای ما ایرانی ها که خیلی به وبلاگ توجه کردیم، و نهایتا قرن شبکه‌های اجتماعی است. اینجاست و توی این چارچوب هست که میبینید هر شهروند به یک رسانه تبدیل میشه. یه مقایسه خیلی سریع اگر بکنیم، هنوز در قرن بیستم ما شهرباش بیشتر داریم تا شهروند، یعنی کسی که باشنده شهر است، کسی که در شهر داره زندگی میکنه. شهرباش هنوز نزدیکتر به رعیت. رعیت یک شهرباش مطیعه، یک کسی است که قبل از شهرباش هم حتی هست، یعنی از نظر وجود اجتماعی کارش اطاعت کردنه. اما بعداً رعیت تبدیل میشه به شهرباش، مثلا در مشروطه ما، و بعد همین شهروند مطیع تبدیل به شهروند ناراضی میشه و بعد شروع میکنه همون رسانه‌های مردمی رو که هنوز در دست دولت‌ها بودن، مثل تلویزیون، اسباب تحمیق مردم میدونه و یواش یواش عناصر جدیدی پیش میاد که ما محصول او هستیم، یعنی و نسل ما محصول او هست، یعنی انتخابی کردن عناصر زندگی افزایش پیدا میکنه. تسلط دولت‌های خلقی و انحصارات بزرگ که قرن بیستم قرن به اصطلاح انحصار بود از این بابت شکسته میشه و مردم از تسلط دولت که بخواد براشون خط مشی تعیین بکنه، زندگی تعیین بکنه، اخلاقیات تعیین بکنه، ارزش‌ها رو تعیین بکنه، آزاد میشن و بنابراین جهان بیشتر به سمت فردی شدن میره. اینه که رسانه‌های فردی به وجود میاد. توی خود رسانه‌ها هم یه تحولی پیدا شد. رسانه‌های اولیه رسانه‌های دولت‌ها بودن. من در ایران حتی عکاسی مثلا اول مال دولت بود و مال دربار بود. ناصرالدین شاه اینو برداشت آورد مثلا و مدت‌ها خودش عکاسی می‌کرد. رادیوها بلندگوهای دولت‌ها بودن. تصور این که بشه رادیوی شخصی داشت اصلا غیر ممکن. تلویزیون هم طبعا دولتی بودن. هنوز تلویزیون در ایران دولتیه. هنوز در فکر و اندیشه مقامات در ایران نمی گنجه که تلویزیونی غیر دولتی وجود داشته باشه. این همون میراث قرن بیستم. ولی تکنولوژی راه رو در واقع برای صاحب رسانه کردن مردم باز کرد. این تحول به اصطلاح از دولت به فرد یه تکامل تکنولوژیک هم طی کرده تا رسیده به اینجا. اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم میتونیم بگیم مثلا فرض بکنیم رسانه ها از عصر نور و چراغ مثل رادیوی لامپی به عصر ترانزیستور وارد شدن، بازم مثل رادیوی ترانزیستوری، و بعد به عصر دیجیتال رسیدن که عصر ما هست. پس بنابراین ما در عصر دیجیتال هست. وقتی در عصر دیجیتال میخوایم کار ارتباطی انجام بدیم که پایه بحث این دوره ما هست، خوبه که نگاه بکنیم ببینیم عصر دیجیتال مفاهیم ارتباطی رو چجوری تغییر داده. سرعت رو نگاه بکنید، مقایسه کنید. یک نامه 10 روز طول میکشید مثلا از یه جای به جایی بره، حالا ایمیل چجوری 10 ثانیه طول میکشه مثلا. تنوع، مقایسه کنید منابع خبری دهه پیش رو با منابع خبری امروز. کثرت، مقایسه کنید تعداد چهره ها و اسم ها و آفرینندگان خبر، ارتباطات و همه اینها رو با نسل گذشته و نسل امروز. هر قدر جلوتر میایم تعداد چهره ها بیشتر میشه، هر قدر عقبتر میایم تعداد چهره ها محدودتره، چون افرادی که امکانات داشتن و نزدیک بودن به رسانه و قدرت
برودکاستینگ داشتن، پخش شدن داشتن، محدود بودن. صداهای تازه میشنویم. قبلا همه چیز مثلا در تهران خلاصه میشد. الان یه جور بیمرکزی ایجاد شده. صداهای مختلف میشنویم از ایران. به همین ترتیب وبلاگ تونست همه رو نویسنده بکنه. یا به عنوان نویسنده متن یا به عنوان کامنت گذار. وقتی نوبت رسید به موبایل، همه شروع کردن به تولید رسانه‌ای به نحوی، حتی تصویری، چنانکه جنبش سبز این رو نشان میده. توی این مفاهیم ارتباطی مسئله مشارکت یک مسئله مرکزی هست و نمونه‌های جالبی توی این مدت ایجاد شده. موسیقی مشارکتی ساخته شده. مثلا فرض کنید نوازنده‌های مختلف اومدن هر کدوم یه تیکه رو زدن و بعد اینها با هم مونتاژ شده، تدوین شده و یه موسیقی ساخته شده، در حالی که این نوازنده‌ها تو کشورهای مختلف و شهرهای مختلف زندگی می‌کردن. فیلم مشارکتی ساخته شده. مثلا پروژه ریدلی اسکات که در جولای 2010 اعلام شد که همه مردم جهان اون روز رو یک روز از زندگی خودشون فیلم بگیرن، بفرستن برای ریدلی اسکات و او از اون یه فیلم بسازه. متأ ایرانی‌ها و یک سری از کشورهای دیگر رو که با تحریم روبرو هستن رو در واقع بایکوت کرد و استثنا کرد. من از کسانی بودم که این ایده رو گرفتم و با دوستانی که اون موقع در بنیاد ایران ندا کار می‌کردیم یک ایده رو مطرح کردیم که خیلی خوب، حالا که ریدلی اسکات ایرانی‌ها رو کنار گذاشته، بایکوت کرده، ما از ایرانی‌ها دعوت می‌کنیم که این کار رو بکنن و ما اون فیلم رو می‌سازیم. 40 تا ویدیو انتخاب شد نهایتاً و بعداً از این 40 تا من یک فیلم ساختم به اتفاق همسرم و این رو اگر سرچ بکنید 40 تکه زندگی ایرانی میتونید ببینید و تماشا بکنید. یه همچین چیزی قبلاً امکان نداشت. وقتی صحبت از اشتراک میکنیم، یک نکته دیگر هم خوبه که باز به نسبت قرن 20 توجه بکنیم، چون به هر حال ما یه مقدار خودمون رو با قرن نزدیکتر یا نزدیکترین قرن به خودمون باید تعریف بکنیم. اون هم مسئله اشتراک هست. اشتراک که امروز مسئله اصلی هست توی مفاهیم ارتباطی اصل دیجیتال، مثلا تو فیسبوک رو میبینید، گویی تحقق بهشت کمونیسم اون جامعه اشتراکی هست. دموکراسی و رسانه‌های جدید و تکنولوژی جدید در واقع همون جامعه اشتراکی رو به نحو دیگری محقق کرده، منتها در عرصه اطلاعات. به این ترتیب شما می‌بینید که در عصر جدید افراد بسیاری وارد داستان میشن، وارد داستان ارتباط و رسانه میشن. اینا کسانی هست که ما اسمشون رو می‌ذاریم آماتور، فریلانس یا به تعبیر من خوشنشین‌های رسانه‌ای. وبلاگ راه میندازه و از مدتی میره فیسبوک، از فیسبوک میره توییتر، از اونجا میاد جای دیگه و میچرخه و میتونی صفحه ببنده صفحه دیگه ایجاد بکنی، وبلاگ ببنده وبلاگ دیگه ایجاد بکنه. عصر آماتورها و فریلانس هاست، عصر مردم در واقع، عصر مردمی که به رسانه دسترسی دارن و سواد رسانه رو دارن. بنابراین آینده رسانه که ما داریم به سمتش میریم و این دوره هم قرار شما رو آماده بکنه برای اون، آینده ایست که آماتورها و فریلانس ها میسازن. به این معنی که حرفه‌ای‌ها دیگه اونقدر نمیتونن عرصه رو در انحصار خودشون بدانن و ناچارن که با فریلانس ها، با آماتورها بدبستان بکنن. اون چیزی که این روزا خیلی مطرحه شبکه اجتماعی هست. معناش چی هست؟ برای خیلی‌ها معناش فیسبوکه و توییتر. اما واقعیت این است که صدها شبکه اجتماعی الان وجود داره روی وب که من بعضیش رو برای شما مثال زدم، بعضیش رو آشنا هستید، بعضیش رو طبعا آشنا نیستید، چون مثلا مال چین هست و به زبان اسپانیایی هست، ولی بعضیش هم آشنا هست براتون. گودریدز مثلا بالای 10 میلیون الان کاربر داره، دیویان آرت بالای 20 میلیون کاربر داره، فلیکر 30 میلیون، دوبان 45 میلیون، اورکات 100 میلیون که این رو ایرانی ها خیلی باش بیشتر آشنا هستن، بدو 150 میلیون، لینکدین 160 میلیون و ویبو بالای 300 میلیون که این یکی چینی هست. شبکه‌های مجازی در واقع انسان‌ها رو یه جوری دیگری شبکه کردن که بدون وب ممکن نبوده. یعنی آدم‌ها
فارغ از اینکه کجا هستن میتونن با هم دیگه کانکت بشن، شبکه بشن، پیوند برقرار بکنن. این پیامدهای خیلی مختلفی داره. یکیش این است که میشود گفت یک خرد جمعی به وجود میاد. مثلا تو داستان زلزله نگاه بکنید در آذربایجان، تو داستان اسکار فرهادی نگاه بکنید، تو داستان گلشیفته نگاه بکنید، تو داستان ترانه نقی نجفی نگاه بکنید، یه خرد جمعی شکل میگیره که از مجموعه مباحث یک چیزهایی تو ذهن عمومی میمونه. این قبلا ممکن نبوده. یعنی در واقع رسانه جمعی الان هست که به وجود اومده. حالا معنای شبکه اجتماعی چی هست؟ یکیش این هست که مرکزی وجود نداره. همه مرکز هستن. تک تک شما الان تو خونه تون نشستید، من در خونم نشستم و همه ما با هم دیگه ارتباط داریم و در واقع مرکزی وجود نداره. همه ما به نحوی مرکز هستیم. هیچ کس محور و مرکز و صاحب اتوریته و حق برتر نیست. فیسبوک در نظر بگیرید، همه با هم برابرن. کسی نمیتونه بگه صفحه فیسبوک من بالاتر یا پایینتره. ممکنه فن بیشتری داشته باشه، حوادث بیشتری داشته باشه. خب طبق اون منطقه ترجیحات احتمالاً دردسر بیشتری هم خواهد داشت. مسئله اصلی این است که شما همیشه میتونید بیاید بیرون از یک صفحه، یا یک صفحه رو ببندید و یا کسی رو حذف بکنید. قانونش چه قانون عرفیه. یه نکته دیگه این است که اقلیتی به نام نخبگان وجود ندارن. همه میتونن حرف بزنن، همه حق اظهار نظر دارن. از مشکل ترین مباحث فلسفی رابطه خداوند با شر مثلا در زلزله و سونامی گرفته تا مثلا خیلی ساده مد و فشن و ترانه و اینها، دوستا مثلا کامنتی راجب فلان برنامه تلویزیونی از این قبیل. بنابراین همه میتونن مورد توجه باشن، لازم نیست نخبگان، یعنی فقط به نخبگان این توجه داده نمیشه. بنابراین نوبت مردم عادی است. و وقتی هم میگیم نوبت مردم عادی، چون مردم عادی کثیرن، میبینید میلیون میلیون حضور پیدا میکنن. شبکه ها حضور میلیونی مردم رو بازتاب میدن. اینجوری نیستش که مثلا یک مجله باشه، مجله سخن باشه، 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر نویسنده داشته باشه. اینطور نیست. میلیون نفر میان و با هم دیگه یک شبکه میسازن، یک چیزایی رو ایجاد میکنن، یک موجایی رو درست میکنن در اینها. برای میشود گفت شبکه‌های اجتماعی بازتاب افکار عمومی و دانش عمومی یا دانش مردم عادی هستند. این هم خوبه هم بد. برای بدیش دوباره اشاره خواهیم کرد توی کلاس ها که مشکلاتش چی هست. ولی به هر حال مستقیم ترین بازتاب وجدان جمعی هستند. باز نمونه مثلا زلزله رو بگیرید که آخرین مسئله است که توی شبکه‌های اجتماعی به شدت مطرح بوده. از یک جهت برای محققی که مسائل اجتماعی دنبال میکنه، شبکه‌های اجتماعی منبع شناخت بی‌واسطه مردم هست. خب برای اینکه یک کمی استراحت بکنیم و یه مقداری هم ببینیم که چیزایی که صحبت شد چقدر دوستان مورد توجه قرار دادن، خواهش میکنم به این 4 تا سوال به عنوان کویز یا آزمونک این درس جواب بدید. کدام گزینه 3 نسل رسانه ها رو نشان میدهد؟ اول رادیو، تلویزیون، سینما. دوم رادیو لامپی، رادیو ترانزیستوری، رادیو آنلاین. سوم موبایل، آیفون، آیپد. چهارم سیستم عامل داس، ویندوز 98، ویندوز 2000. کدام یکی 3 نسل رسانه رو نشان میدن و نمایندگی میکنن؟ بیشتر دوستان میبینم که گزینه درست انتخاب کردن، یعنی گزینه دوم. در واقع اینها نسل هستن. رادیوی لامپی نمودار یک دوره از رسانه هست. توی سینما هم محصولات لامپی داریم، مثلا فرض کن پروژکتور با لامپ روشن میشه، فیلم با لامپ، با نور لامپ نمایش داده میشه. رادیو ترانزیستوری داریم. رسیدن به عصر ترانزیستور اصولا خودش یک انقلاب مجدد هست در عرصه کوچک کردن. رادیوهای لامپی بزرگن، رادیوهای ترانزیستوری کوچکترن، خیلی کوچکترن، با دست میشه گرفت، حمل و نقل کرد، بردیم اون بعد. و حالا دیگه رادیو آنلاین هست. فرق رادیوی ترانزیستوری، لامپی و آنلاین در یه چیز خیلی مشخص هست.
رادیو آنلاین رو هر وقت خواستی میتونی گوش بدی. یعنی این آن دیمند شدن یا درخواستی بودن خیلی خیلی اتفاق مهمی است. شما در رادیو قبلا اگر دیر میرسیدید جمله رو از وسط میشنیدید، خبر رو از میانه میشنیدید، یک برنامه رو از میانه میشنیدید، امکان برگشتن هم وجود نداشت. معنای خاکستری بودن جهان خیلی ساده است. مردم بسیارند و همشون اعتبار دارند. مردم از نژادها و عقاید مختلفند. سبک زندگی مختلفی دارند. مردم هر کدوم یک منظر دانش دارند. یکی پزشکه، یکی مهندسه، یکی کارگره، یکی معلمه، یکی هنرمنده. هزاران گوشه دانش هست که هر کسی یک بخش رو گرفته، یک برش رو گرفته. بنابراین اونها از منظر دانشی که دارن به جهان می نگرن و هیچ کدومش هم نامعتبر نیست. همه اونها دارای اعتبار هست. یک معنای دیگرش این است که جهان امروز جهان شبکه است و ارتباطهای مردمی. اگر شما میخواید تو این ارتباطهای مردمی باشید و تو این شبکه باشید، راهی نداره جز این که با مردم دارانه برخورد کنید و پذیرش داشته باشید. برای اینکه بتونید توی شبکه‌ای زندگی بکنید، دیگه اینکه این درست است آن درست نیست کارسازی نمی‌کنه. میتونید بگید این درست است از نظر من، نظر شما چی هست؟ ممکنه بگید که من و شما با هم دیگه نظر مخالف داریم. اجازه بدید نظر شما رو برای خودتون محترم و نظر من هم برای خودم محترم و نظر خودم رو حفظ بکنم. ما نمیتونیم به توافق برسیم. اما نمیتونید بگید نظر من کاملا درست و نظر شما کاملا غلطه. در واقع کسی نمیتونه برای یک اندیشه درست کردن و یک سبک زندگی درست کردن به چیزی به نام حقیقت واحد اتکا بکنه. حقیقت واحد وجود نداره. حقیقت واحد خلاف منطق خاکستریه، خلاف قدرت مردم در رسانه است، خلاف تنوع و کثرت مردم هست و خلاف واقعیت‌های زندگی هست. مردم توی چین، توی هند، توی ایران، توی مصر، توی آمریکا، توی کانادا، توی فرانسه، توی فنلاند، توی روسیه، توی برف، توی گرما، توی سرما جورای مختلف زندگی میکنن. همه اینها معتبره. هیچ کس نمیتونه بگه که نامعتبره. چجور حقیقت واحد به وجود میاد؟ فقط از طریق توافق به وجود میاد. ما توافق میکنیم که مثلا شاه باید برود. مردم با هم توافق میکنن این اتفاق میفته. ولی اینکه واقعا حقیقت هست، درست هست، بهترین انتخاب است، روشن نیست. فقط اون توافق عمومی وجود داره که ممکنه به حقیقت در واقع نباشه. حالا تازه اون هم داره لایه‌های مختلف. بذارید این بحث چند لایه بودن واقعیت رو یه جور دیگه نگاه بکنیم، یه خود دیگه عمیق‌تر بهش نگاه بکنیم. واقعیت چند لایه هست. یکی از مسائل مهم خاکستری دیدن جهان هست. در واقع خاکستری دیدن جهان خیلی خیلی ساده و کوتاه میخواد بگه درک ما محدوده. این به این عکس نگاه بکنید، یک دختری رو نشون میده که داره قرآن میخونه و یک دختری رو داره نشون میده که ظاهرا یک آیپد دستش هست و احتمالاً داره وبگردی میکنه. اگر به عکس بعدی نگاه بکنیم که زاویه دید متفاوتی داره، واقعیت رو جور دیگری میبینیم. اون دختری که قرآن باز کرده، وسط قرآنش موبایلش رو باز کرده و داره چت میکنه یا یه کار دیگه میکنه. یعنی در ظاهر قرآن خوندن داره کار دیگه میکنه. و اون دختری که آیپدش رو باز کرده، توی آیپد رفته وبسایت رو که سوره های قرآن رو داره، اون رو داره میخونه. توی عکس که از اینترنت من برداشتم میگه که Don't judge. قضاوت نکن. توی ماه رمضان این منتشر شد. قضاوت نکن. یعنی از یک زاویه نگاه نکن و قضاوت بکن. سعی کن از زوایای مختلف مسئله رو ببینی. حالا اینکه این دختر داره خوب کاری میکنه، اون دختر داره بد کاری میکنه، اصلا مسئله ما نیست. مسئله ما این است که واقعیت ها مختلفن. و برای اینکه واقعیت، یعنی در سویه های مختلف واقعیت ببینیم، نیاز داریم زاویه دیدامون رو تغییر بدیم. و این شبکه بودن این ویژگی رو ایجاد میکنه که شما میتونید از زاویه دید افراد مختلف یک واقعیت رو ببینید. واقعیت فقط زاویه دید به معنی جغرافیایی نداره، به معنی زمانی هم
داره. این عکس رو لابد دیدید. روز بعد از زلزله آذربایجان منتشر شد. بسیار را خوشحال کرد. شما هم خوشحال میشین؟ بچه ای از زیر خاک داره میاد بیرون. خوشحال میشید وقتی بدونید که این آذربایجانه، ولی وقتی که متوجه بشید که این آذربایجان نیست طبعا خوشحال نمیشید. بنابراین حس ما نسبت به درکی که از واقعیت پیدا میکنیم جابجا میشه. بیایم سراغ یک بحث دیگری که مربوط به همین مسئله خاکستر دیدن جهان، واقعیت‌های چند لایه، تنوع و کثرت مردم و اعتبار مردم و عقایدشون هست. آیا آزادی بیان یک امر تجملی و وارداتی و غربی هست اونجوری که توی ایران مشهوره یا ضروری هست؟ چرا آزادی بیان ضروری شده؟ مهم اینه که در چارچوب منطقی که داریم صحبت میکنیم جواب بدیم. ما تو اینجا یک منطقی رو چیدیم، یا باید اون منطق رو رها بکنیم یا به اصطلاح رد بکنیم، یا اگر اون منطق رو پذیرفتیم ضرورتهاش و الزاماتش رو هم باید بپذیریم. و عرض کردم در داخل این مباحث، خب اگه داخل این مباحث باشه، تنوع بدون تحمل امکان پذیر نیست، ادامه دار نیست. شما اگه اصل تنوع رو قبول کردید به عنوان لازمه زندگی مدرن و رسانه های مدرن، باید آزادی وجود داشته، یعنی باید آزادی دیگران رو بپذیرید و تحمل کنید. حالا تحمل بدون پذیرش آزادی بیان ممکن نیست، ولی من میگم یه چیزی بالاتر تحمل هم لازم داریم، حالا اون رو بهش میرسیم. ولی این کف ماجراست، یعنی وقتی که شما قبول میکنید که به شکل گروهی شبکه شدید، شما یک نظر دارید، دیگران هم نظری دارن، باید این دیگران حق نظر داشته باشن، حق بیان عقایدشون داشته باشن. گفتیم واقعیت چند لایه است. پس یک بحث تنوع رو در نظر بگیر، یک بحث واقعیت چند لایه. وقتی واقعیت چند لایه است، یعنی هر کس بر اساس توان خودش بخشی از اون رو گزارش میکنه. به این ترتیب آزادی بیان یعنی به اشتراک گذاشتن توان ما برای شناخت واقعیت. یعنی بگیم من از این زاویه این واقعیت رو میشناسم، شما از زاویه دیگه، با هم دیگه به یک درک همه جانبه تری از واقعیت میرسیم. یه بار دیگه برگردیم نگاه بکنیم به اینکه آیا ما واقعیت رو درست میشناسیم یا نه. حالا بعضی از دوستان اشاره کردن توی صحبتشون یا توی چت که مثلا بعضی چیزهای کاملا سفید یا بعضی چیزهای کاملا سیاه وجود داره و نمیشه اینا رو منکر شد. ولی نکته اساسی برای من این هست که اساس زندگی ما بر اساس منطق خاکستری شده. اینکه برخی اصول برای ما کاملا مبرهن و آشکار هست ناقض این مسئله نیست، اینها قابل جمعن، مانع الجمع نیستن. ولی اجازه بدید ما مشکلاتمون رو بررسی بکنیم، بعد سراغ بحث دزدی و زنا و نمیدونم چیزهای دیگه که ممکنه از نظر گروه ها و ادیان خاصی محکوم باشه خواهیم رفت اگه وقت باشه. به هر حال ما تو چارچوب رسانه داریم صحبت میکنیم. ببینید وقتی ما واقعیت رو میخواییم بشناسیم همیشه با حجاب روبرو هستیم. من چند تاشو بیان میکنم. یکیش سطح زبانی هست. مثلا یکی میگه من رفتم لاله‌زار. اگر کانتکست درست منتقل نشه و من ندونم که لاله‌زار اسم یک خیابانی است که دیگه اصلا لاله‌زار هم نیست، اون رو بد میفهمم. یعنی سطح زبانی برای من مشکله، دچار مشکل هستم در فهمیدن معنای لاله‌زار. یا مثلا توی دوشنبه پایتخت تاجیکستان یه بازاری بود به نام بازار برکت، اون رو خراب کردن، جاش آبادی دیگه ساختن. هنوز مردم وقتی میخوان برن اونجا میگن به تاکسی میگن برو بازار برکت. بازاری وجود نداره. اگر شما ندونید فکر میکنید که اینها همه دارن میرن بازار، ولی اونجا اصلا بازار دیگه وجود نداره. میذاره نزدیکی جغرافیایی، مثلا برای مهاجری که دیگه در وطنش نیست، که بدون واقعیت‌های روزمره چگونه داره تغییر میکنه، درک از واقعیت محجوب میشه، دارای حجاب میشه. یا کسی که در حلب نبوده تا وسعت درگیری‌ها رو ببینه. برای همینه که ما خبرنگار میفرستیم به محل تا کسی اون، یعنی اون مشکل، اون حجاب نزدیکی به نزدیکی و دوری رو برطرف بکنیم، به محل جغرافیایی نزدیک بشیم تا واقعیت رو ببینیم. میزان دانش هم خیلی مهمه. مثل کسی در بازار ارز فعال باشه و کارش اقتصاد و ارز نباشه،
خانم خانه‌دار باشه، سوادی هم نداشته باشه در این خصوص، تجربه هم نداشته باشه، نحوه داوری یک همچین کسی که در بازار ارز داره کار میکنه، خرید و فروش میکنه، با کسی که بازار میشناسه یکسان نیست. میزان دانش تاریخی هم اینجا مهمه، یعنی دانش موضوعی یک بحثه، میزان تجربه و اینکه شما چقدر تو اون زمینه وارد هستیدن این موضوع دیگه است. مثل کسی که 50 ساله در بازار ارز فعاله و کسی که 5 ماه فعالیتش رو شروع کرده. اینها دو جور واقعیت‌های بازار ارز رو می‌بینن. بگیم که درک واقعیت در چارچوب دانش است. یعنی مسئله اصلی در شناخت واقعیت میزان دانش ماست. با تمام سطوحش که تجربه هم جزء اون هست. رفتار توریست رو نگاه بکنید. توریست یک نمونه خیلی خوب از پوشیده شدن واقعیت برای افراد هست به دلیل نداشتن دانش و تجربه. یا شناخت بیماری. وقتی بیماری به وجود میاد تا وقتی ما 10 سال بعد اون رو تحقیق کردیم و راههای جدیدی برای مقابل باش پیدا کردیم، اون چیزی که تغییر میده واقعیت رو برای ما میزان دانش ماست. اما دانش باز یک معنا نداره. نه تنها واقعیت یک معنا نداره، دانش هم یک معنا نداره. دانش هم چند لایه است. هر دانشی محدودیت‌های خودش رو داره. یه مثال کلاسیک هست، علامه طباطبایی در کتاب خودش اصول و روش‌های رئالیسم مطرح میکنه. میگه که اگر کسی تمام مدت عمرش در ده زندگی کرده باشه، شما برای او بخواید نیویورک رو تصویر بکنید، هر چقدر تلاش بکنید اون حد اکثر مثلا خونه‌های مثل ده خودشون رو تخیل خواهد کرد، برای که بیرون از اون ده خانه ای ندیده، معماری های نیویورک رو اون نمیتونه تخیل بکنه حتی. این اختلاف در واقع دانش، زاویه دید و چند لایه بودنش. پس یک بخش مسئله به دانش برمیگرده، یک بخشش به تاریخ. چرا؟ برای که دانش ما در طول تاریخ عوض میشه. تاریخ 5 ساله داره، تاریخ 10 ساله، تاریخ 30 ساله، تاریخ 50 سال، تاریخ 100 سال، تاریخ 1000 سال. ما امروز واقعیت‌های رو راجع به مشروطه میدونیم که شاید کسانی که خودشون در مشروطه بودن نمیدونستن. و واقعیت‌ها رو امروز در مورد رضا شاه یا محمد رضا شاه میدونیم که 30 سال پیش نمیدونستیم. مثلا فرض بکنید اصلا خود مسئله شاه یک واقعیت در جریان بوده، در جریان شناخت بوده و هست. هنوز هم مسئله حل نشده که بالاخره این شاه خوب بود، بد بود، چی بود، چجوری بود و چرا ما اصلا انقلاب کردیم که بعد با قول بعضی از انقلابیون بخوایم برگردیم به زمان شاه. بنابراین شناخت ما تاریخیه همیشه و چون شناختمون تاریخیه، شناختهای جدید رو نمیتونیم نامعتبر بدانیم چون با شناخت پیشین در تعارض هست. این نکته خیلی ساده است ولی خیلی رهزنی میکنه برای بسیاری. همه اینا رو گفتیم که بگیم شناخت واقعیت دشواره، اما شناخت واقعیت ممکنم هست. پاسخ سادهش اینه که ما همیشه شناختمون متأثر از توان خودمون و زمان خودمون. مثل درکی که پدران ما از مسطح بودن زمین داشتن. عالمان اون دوره هم فکر میکردن زمین مسطحه. همان باور داشت، همان قبول داشت. راه چاره چی؟ به روی درکهای دیگران و توانهای دیگران و جذب دانش دیگران باز باشه. و به آزادی بیان و آزادی علم و بحث و پرهیز از مالک شدن و انحصاری کردن واقعیت تن بده. وقتی که حمید سوریان طلا برد، شما اول خوشحال شدید، درسته؟ بعد معلوم شد این همون آدمی که طلای خودشو داده به احمدی نژاد، طبعا خوشحالیتون رو پس گرفتید، شاید هم ناراحت شدید، یه ناسزایی هم گفت. بعد معلوم شد که جریان تقدیم طلا به احمدی نژاد اجبار بوده، اختیار خودش نبوده. نارضایتی خودتون رو تصحیح میکنید، احساس همدلی میکنید با حمید سوریان. حمید سوریان مدالش رو به مادرش تقدیم میکنه. اگه اون اطلاعات داشته باشید یه جور این حادثه رو میفهمید، اون اطلاعات نداشته باشید اینو یه جور دیگه میفهمید. نهایتاً حمید سوریان در یک جریان چند روزه از یک ضد قهرمان به قهرمان تبدیل میشه. از قهرمان به ضد قهرمان، از ضد قهرمان به قهرمان در واقع تبدیل میشه. از این امکان استفاده کرده و آبروی خودشو خریده و روشن کرده که مسئله اجبار بوده.
یک مسئله دیگه که خوبه اینجا اشاره بکنیم و این بحث رو جمع بکنیم، مسئله این است که تمام این واقعیت‌های اجتماعی، تاریخی، عقیدتی، اینها که چند لایه هستن، یک کنار شناخت واقعیت از ابتدا در یک مسئله جدید هم چند لایه است و اکتشافیه. مثال انتخاب شده من اینجا مربوط میشه به شناخت و مدیریت یک سازمان که به درد کارمون هم میخوره. فرض کنید شما میخواید یک مدیریت بشناسید که یک سازمان چجوری کار میکنه، چجوری میشه مدیریتش کرد، چجوری میشه عوامل مهم سازندهش کدوم هستن. طبعا وقتی میخواید مدیریت کنید باید عوامل سازنده رو خوب بشناسید. ساختار طبیعی وارد میشه، استراتژی سازمان وارد میشه و کارمندان. به نظر میرسه که مدل بدی نیست. اما اگر که کسی به شما بگه که خب این کارمندایی که شما دور هم جمع کردید همشون مثلا 10 نفر هستن، 10 تا حرفه مختلف دارن، اینا نمیتونن یک سازمان ایجاد بکنن. پس بنابراین توجه به توانش کارمندان میکنید، میگید مسئله مهارت‌های کارمندان هم مهمه، اینکه چی بلد هستن مهمه. ساختار داریم، استراتژی داریم، کارمندا رو داریم، مهارت‌هاشون هم خوبه، به درد سازمان میخوره. یه سیستم هم میخواد که اینها رو به هم وصل بکنه. پس سیستم هم به در واقع مجموعتون اضافه میکنیم، اون عوامل، عوامل اصلی. در مرحله بعدی سیستم دارید، کارمندا رو دارید، مهارت‌ها رو دارید، استراتژی رو دارید، ساختار رو دارید. فکر میکنید که خب اگر 2 تا سازمان باشن که مثلا هر دو با مسائل آب سر و کار دارن، ولی 2 تا سبک مختلف داشته باشن، یا اصلا 2 تا بیمارستان داشته باشیم، ولی 2 تا سبک مختلف داشته باشن در نگاه کردن به مسئله بیماری و پذیرش بیماران، 2 جور سازمان مختلف تولید خواهد شد. پس سبک رو هم وارد میکنیم. چه عامل دیگری میشه در نظر گرفت؟ اون چیزی که این 6 عامله که تا اینجا شمردیم رو به هم وصل میکنه، ارزش‌های مشترکه. یعنی اون ارزش‌های مشترک هست که سبک رو می‌سازه، به مهارت‌ها جهت میده، استراتژی رو پیش می‌بره، ساختار رو محکم می‌کنه، کارمندا رو انتخاب می‌کنه، سیستم رو معنادار می‌کنه. این مدلی است که مشهور به مدل مک‌کینزی. اسمش هم به انگلیسی نوشتم، اگه خواستید می‌تونید برید راجع بهش بیشتر بخونید. پس بنابراین اگر این مدل 3 نفر ارائه کردن، در طول یک دوره‌ای که فکر می‌کردن راجع به این عوامل هیب اضافه میشه تا میرسه به اینجا و به نظر میرسه که این مدل به اصطلاح 7 قسمتی مدل کاملی باشه و سالهاست محل رجوع هست در بحث مربوط به مدیریت و سازمان. اگه بخوایم این نتیجه گیری بکنیم، باید بگیم واقعیت همیشه در حال اکتشاف شدنه. تحولات تاریخی با زوایای مختلف باعث میشن ما دانسته‌هامون تغییر بکنیم. دلایل رشد و عدم رشد اجتماعی از زاویه دید مختلف یا تحت گفتمان‌های معارض یکسان تحلیل نمیشه. کمونیست‌ها یه جور تحلیل میکنن، لیبرالیست‌ها یه جور تحلیل میکنن. خبرها از کوچک و بزرگ به دلایل مختلف از جمله دوری و نزدیکی ما ممکن دیده نشن یا در اولویت‌های ما نباشن. دلایل بیماری معین مثل سرطان یا ایدز مرتبا در حال تحقیق و واقعیت‌های تازه‌ای کشف میشه. همه از هر جهتی که نگاه بکنیم واقعیت همیشه در حال کشف شدن. پایان ناپذیر در واقع کشف واقعیت. معنای این حرف این است که واقعیت، دیدن واقعیت، شناخت واقعیت نیازمند پژوهش و نیازمند همه‌جانبه‌گرایی است. بدون گردآوری فکت خبر درست از نادرست قابل تشخیص نیست. اگر عکس ما نتونیم فکت‌ها رو درست جمع بکنیم و بسنجیم، نمیتونیم بفهمیم که این عکس مال زلزله آذربایجان هست یا نیست. مثلا اگر خبر دقیقی نداشته باشیم راجع به اینکه چجوری حمید سوریان تلاشو داده به احمدی نژاد، نمیتونیم واقعیت رو تشخیص بدیم. پس بنابراین گردآوری فکت بسیار مهمه. بدون تحقیق تاریخی هم دلایل پیروزی و شکست معلوم نمیشه. این انقلاب برای چی اتفاق افتاد؟ اون جنگ برای چی اتفاق افتاد؟ ما معمولاً انسان‌های تاریخی هستیم، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال زندگی می‌کنیم. اتفاقاتی که توی عمر خودمون هم افتاده محتاج تحقیقه. تونی اسکات خودکشی کرده، چرا خودکشی کرده؟ گلشیفته
توی فلان فیلم بازی کرده یا بازی نکرده، چرا این کار کرده، فرهادی اسکار گرفته آیا حقش بوده یا مثلا بحث سیاسی بوده. اینا تازه دوره خودمونه. اگر از دوره عمر خودمون به عقب بریم، اونجا هم مسئله بسیاری هست که باید بشناسیم. بنابراین تحقیق تاریخی نیاز داریم. یا بدون مطالعه آزمایشگاهی نمیتونیم دلایل بیماری ها رو پیدا بکنیم. واقعیت شناختش نیازمند پژوهشه. ساعت‌های کلاسمون رو به پایان هست. قبل از اینکه بحث آخر رو در چند اسلاید بگم، وارد آزمونک دو میشیم. کدام گزینه به منطق خاکستری نزدیکتر است؟ منطق فازی، منطق ارسطویی، منطق ریاضی، منطق ترجیحات. توافق داریم که منطق فازی به منطق خاکستری نزدیکتر هست. جواب درستی است، ولی من نمیدونم دوستان چقدر راجع به منطق فازی میدونن یا نه. امیدوارم که پایش رو بدونن و بدونن که منطق فازی رو یک دانشمند ایرانی در واقع ارائه کرده و پایه جهان مدرن اینترنتی هست. آزمونک آخرمون باز 4 گزینه است. کدام گزینه به درک واقعیت بیشتر کمک میکنه به نظر شما؟ 1 درک سازمانی، 2 درک ایدئولوژیک، 3 درک دانشگاهی، 4 درک محدودیت ها. تمام حرفی که در این جلسه من زدم همینه که اگر ما محدودیت های خودمون رو در محدودیت های شناخت خودمون و درک واقعیت خودمون رو بپذیریم، آدم های روادارتری میشویم. با منطق امروز جهان نزدیکتر خواهیم بود. اون منطقی که میگه ما چون محدودیم باید از دیگران بیاموزیم، باید باز باشیم به روی دیگران و به روی دانش و جهان دیگر و به دبستان بکنیم. ما هم میدانیم چیزایی که باید با جهان در میان بگذاریم، ولی درک محدودیت پایه درک واقعیت. به همین دلیل دقیقاً که در اسلاید بعدی میبینید که چشم واقع بین نمیتونه ایدئولوژیک باشه. چرا؟ برای که درک ایدئولوژیک معنای واقعیت رو محدود میکنه، حوزه جستجو رو کوچک تعریف میکنه، بین خودی و غیر خودی مرز میگذاره، حقیقت خودی و حقیقت غیر خودی، حقیقت خودش رو از حقیقت دیگران برتر میدانه و باب تحقیق رو میبنده. و ما به نتیجه رسیدیم که درک واقعیت نیازمند تحقیق هست. و بدتر از اون، اهل تحقیق زیر فشار قرار میگیرن تا به حقیقت رسمی تن بدن، در حالی که رسانه‌های نو عرصه چندگانگی هستند، چون مردم بسیار رو درگیر میکنن، عملا مرزبندی‌های رایج رو زیر پا میگذارن، تفاوت میان خصوصی و عمومی رو کم رنگ میکنن، از قرارمدارهای رسمی به سمت گفتارهای غیر رسمی حرکت میکنن، سانسور متمرکزشون ناموفق هست و بازتاب دهنده چندگانگی و چندینگونگی ها هستن. و دقیقا به همین خاطره که منطق رسانه‌های نو با منطق جمهوری اسلامی با قرائت مرکزیت فقیه همخوان نیست، چون که با منطق این نوع درک، یک درک بنیادگرایانه است و منطق رسانه جدید با هر نوع درک بنیادگرایانه ناهمخوان است. و طبعا این موضوع بحث بعدی ماست. بهره برداری امن از موبایل و اینترنت، زن، حقوق فردی و اجتماعی، سازوکارهای جلوگیری از نقض حقوق بشر، پویشی در مفهوم دموکراسی، مروری بر پایگیری نهادهای مدنی در ایران، اندیشه‌های نوین از حقوق کارگران، آموزش خبرنگاری، حقوق شهروندی امروز و محیط زیست. توانا رایگان توانایی ما را به سمت انسان امروزین جهانی متمدن تازه می کند. برای شرکت در این کلاس ها به توانا.org بروید و با جیمیل مستعار ثبت نام کنید. از طریق فیسبوک، توییتر و شبکه یوتیوب می توانید آموزشکده توانا را دنبال کنید. توانا آموزشکده است برای جامعه مدنی ایران.